خانم نازیلا توبایی، امروز اولین جلسه دادگاه حمید نوری از عوامل در حقیقت کشتار دهه 60 داره در استکهلم سوئد برگزار میشه. این اولین باره که یک نفر از افرادی که در این کشتار دست داشته داره محاکمه میشه بعد از 33 سال. شما چه احساسی دارید و فکر میکنید این دادگاه میتونه چه تأثیری در روند دادخواهی ایران داشته باشه؟ اولا ممنونم از این فرصتی که بهم دادین. من شخصا از روز اولی که حمید نوری به وسیله ایرج مصداقی دستگیر شد، فکر میتونم بگم که یک امید و یک شوق بی‌اندازه بعد از این همه سال در واقع راه به قلم باز کرد. در ضمن باید اضافه بکنم که جنایات حمید نوری فقط در کشتار 67 خلاصه نمیشه. حمید نوری از سالهای آغازین دهه 60 در زندانهای ابن کهردشت مشغول به جنایت بوده و با کشتار 67 هم تمام نشد. به طور خیلی مشخص برادر من سیامک طوبایی که از جان به در مردگان کشتار تابستان 67 هست، در آبانماه 68 در مورد به قتل رسید و شخص خود حمید نوری و رئیسش ناصریان محمد مقیسه‌ای در بطور مستقیم نقش داشتن در به قتل رسوندن برادر من با فرد فرار ساختگی که ایجاد کردن در یک مرخصی دو سه ساعته که سیامک در واقع تحریک مرخصی ساختگی دو سه ساعته که در واقع سیامک به خونه اومد و در همون فاصله دو سه ساعت رو بوده شد. بعد از اون دیگه به هیچ وجه خانواده و هیچ کس و سیامک و نه از اینکه چه از سرگذشتش خبر نداشت تا اینکه سالها بعد خاطرات ایرج مصداقی نزیست در منامر چاپ شد و ما در واقع از طریق کتاب ایرج مصداقی فهمیدیم که سیامک در زندان امین سیامک به قتل رسیده و محکوم به اعدام شده. اینکه چه احساسی دارم، راستش یه ترکیبی از احساس شادی بی نظیر از اینکه یک نور امیدی هست که جهان با همه بزرگیش برای جنایتکاران جای تنگیه و بالاخره به دام خواهند افتاد و سزای اعمالشون رو خواهند دید. حمید نوری نفر اوله. امید هست و اطمینان دارم که آخرینش نخواهد بود. جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشه، ادامه پیدا خواهد کرد و تا یکی یکیشون به سزای اعمالشون برسن. اما در این حالم آنچه را که آرزوه یک همستگی بیشتر، یک آگاهی بیشتر برای تک تک ما نسلی که این همه از دست داده و در ازاش آرزوه که آنچه را که یاد بگیریم از دست داده همون بودن اینجا امروز هم برام شادی آوره، هم وقتی که شاهد بعضی از صحنه ها میشم چهره ای از هم رو هم میتونه توی صورتم بیاره، ولی آنچه که باقی میمونه شادی امروزه، شادی شاهد بودن امروز، اومدن اینجا به نمایندگی از مادر بزرگم که دو پسر و یک نوه‌ش از دست داد، دو تا از دنیای من احمد بهمن نیری دانشجوی دانشگاه فنی دانشگاه تهران در 6 دی 1360 اعدام شد، جای دومم که همسن سیامک بود محصل اونم محصل دبیرستان در 7 مهر 1361 اعدام شد، مادر بزرگ من چهره در خاک پوشید بدون اینکه روز رو ببینه و آرزوی امروز رو داشت، پدر من چهره در خاک پوشید 5 سال پیش آرزوی دیدن این روز رو داشت و بسیاری بسیاری دیگر از مادران و پدران و همسران و فرزندان و خواهران و برادران دیگر قربانیان این رژیم که متاسفانه نیستن اینجا. به نمایندگی از اونا اینجا هستم، لبخند رو لب رو خوشحالم شادم که اینجا هستم و با شما صحبت کنم. خیلی ممنونم از شما خانم طوبایی.